وای درست همونی شد که میخواستم. ببینم اینجا رو، آستینش. آره درسته. دخترم، دختر نازنینم، از دیشب پای این چرخ نشستی. حیف این چشای قشنگت نیست؟ اونجون مگه چشای من چش قربونت برم؟ نگاه کن، مثل جغد میمونم دیگه آخرشه. از دست تو، تو هم مثل بقیه میرفتی از بیرون میخریدی. خب مامان اینو ببینش، آخه همچین چیزی کجا پیدا میشه؟ حاضری کجا؟ اونی که نور چشتو به پاش گذاشتی کجا؟ خیلی خوشگله نه؟ سفرم حتما خوشش میاد. الانم که نمیخوام تو خرج بیفته. سالونم بسته است، تو که میدونی وقتی میدونم بدوزم چرا بخرم. وای خیلی خوشگل شد، درست همونی شد که میخواستم. دستت درد نکنه، خیلی قشنگ شده. قرمزم خیلی بهت میاد جونم، قربونت برم. سالوی بابا. بله بابا جون. من فردا حرکت دارم، از شرکت زنگ زدم بهش بگو اگه میان همین امشب بیان خواستگاری. بابا امشب؟ بابا هیچیشون حاضر نیست، چطوری بگم بیان؟ بابا یه گل شیرینی خریدن چیشون حاضر نیست؟ بگو اگه میخوام بیان بیان، وگرنه من چند روز نیستم. تولدت مبارک عزیزم. چی آرزو کردی؟ آرزو کردم تا آخر عمر با هم باشیم، تو، من و پسرم. بفرما ببین خوشت میاد. چرا زحمت کشیدی؟ چه زحمتی فرات؟ ایلول خیلی قشنگم، واقعا ازت ممنونم. اینا از کجا رسید؟ سفر کمکم کرد، واسطش رو تو ترابزون به یکی سفارش دادیم. میترسیدم به موقع نرسه ولی خدا رو شکر رسید. خیلی قشنگم، واقعا ممنونم ایلول جان. خواستم وقتی تو رینگی من و پسرمون تو ذهنت باشی، بیفتیم به خاطر ما از زمین بلنش. عفاظ ای قربون شکل ماهت برم، من نمردیم و یه روزارم دیدیم رفیق. بیلم حاضری قرمون؟ حاضرم. چی چی حاضری؟ این ریختی حاضری؟ حاضرم. بابا یه تکونی به خودت بده، پشت و زود باش. همه چی حله، خیالت راحت باشه، حاضرم. ها؟ سلوی حاضر شیه؟ جون دلم، چشم بادوم. زفر کجایی؟ خونم، داریم برای مسابقه آماده میشیم، چطور؟ زفر باید یه چیزی بهت بگم، این جریان خواستگاری افتاده واسه امشب. همین امشب؟ عشقم اینطوری که نمیشه،
شب مسابقه است مگه نمیدونی؟ میدونم سفر درسته، درکت میکنم، اما به زور بابا رو راضی کردیم. اگه بندازیم عقب دیگه هی امروز فردا میکنه، خودت که میشناسیش. آره چشم بادم، اما قفقاز میره رو رینگ امشب، باید پیشش باشم. ما که حرفامون رو زدیم. قفقاز میره رو رینگ یا تو؟ مسابقه از ما مهمتره؟ نه البته که نیست، هیچی تو زندگیم از تو مهمتر نیست عشقم، اما آخه قفقاز بعد 7 سال داره میره مبارزه کنه، الان بیشتر از همیشه بهم احتیاج داره. 7 سال منتظرشی ها؟ منم منتظر تو هم زفر. این خواستگاری باید امشب تموم شه. حالا فکر کن ببین چی کار میکنی. بابا آخه تو هم خیلی خوب دیگه بریم زفر، دیرمون شد. تو چت شد؟ سلوی زنگ زده بود رفیق، باباش گفته من فردا حرکت دارم، اگه میایین باید امشب بیاین. گفتم آخه چش بادوم، نه تدارکی نه چیزی، حالا اینا هیچی. بابا ما امشب مسابقه داریم دختر، میگه بابام گفته بیاین. زفر تو فکر مسابقه نباش، شما برین خواستگاری. قفقاز تو بدون من میخوای مسابقه بدی؟ ببین من یه عمر تو رینگ تنهایی سر کردم، خب؟ اما تو یه عمر نمیتونی تنهایی زندگی کنی که. ببین حالا که بابات نرم شده، بابای سلوی هم نرم شده، زودتر قال قضیه رو بکن. زفر داری میری خواستگاری، یه ریز بخند خب؟ پاشو. هویت جسدی که در ساعات پایانی روز بر صخره‌های ساحل کلیوس پیدا شده بود مشخص شد. آکف کاراگور سالها مربی بوکس قهرمان سابق کشور نجدت صوفی اوزر بود که 7 سال پیش روی رینگ جان خود را از دست داده بود. پلیس این احتمال میده که آکف کاراگور قربانی یک جنایت شده باشه. امو آکف عزیزم، شب برنامه داری؟ باید بیمارستان باشه. گفتم امشب با هم مسابقه رو تماشا کنیم. چه مسابقه؟ خبر نداری؟ قفقاز امشب مسابقه داره. واقعا؟ من چون فکر میکردم به خاطر گنش در رابطه این، گفتم حتما خبر داری. نه خبر نداشتم. بعد از 7 سال میره روی رینگ، از صبح همه جا صحبت اونه. البته خیلی فاصله داده، شانسش خیلی ضعیف، اما بازم اتفاق مهمیه. آلتان سر دومان مزاحممون نشو، بعدن حرف میزنیم. یه 2 دقیقه وقت بدیم، خیلی مهمه. عزیزم ببخشید زود برمیگردم. ابی نداره، منتظرم. حالا که مطبوعات فهمیده معلومه پلیس هم دنبال قضیه رو میگیره. آقتانسل درکشش به ما نمیخوره، ولی تو باز احتیاط کن. به کسی هم که کارشو تموم کرده بگو اگه پلیس رفت سراغش بگی به خاطر بدهی قمار بوده، یه چیزی هم بذار تو جیبش. باشه شاش دومان. وقتی سونا پیشمه قیامتم شد، مزاحمم نشو، فهمیدی؟ هیچ وقت. چشم آقا. آره باش،
آره یادداشت میکنم. آره بگو بگو. خب شب که اومده ماینش میکنه فعلا. چی شده؟ همه چی رو به راه دیگه نه؟ یکی از مریضام وضعیتش خیلی خوب نیست، اونو یادداشت کردم. میتونم بردارم؟ البته. راستش خوشم نمیاد وقتی با منی فکر جاهای دیگه باشه، ولی چاره چیه؟ دکتر دیگه کارش نمیشه کرد. زندگی آدم ها دست توه. خب حالا که تو شب نیستی پس منم دیگه کم کم برم بیمارستان. باشه. آره منم باید برم سر مسابقه. البته دیدن اون مرد روی رینگ اعصابمو خیلی خورد میکنه، ولی چاره ای نیست، همه چشم دنبال منه. پس فعلا خداحافظ. فعلا. اینجا چی کار میکنی؟ اومدم دیدن تو. چی شد؟ گفته بودی کار پیدا کردی، چرا تصمیم گرفتی دوباره مبارزه کنی؟ مجبور بودم سونا. خواهش میکنم بیشتر سوال نکن. این چیه؟ گردن بند شانس، مال داداشم بود، تو همه ی مسابقه ها این پیشش بود، غیر از آخری. تو خونه جا مونده بود، منم میخواستم براش ببرم اما نتونستم. همیشه معتقد بودم این گردنبند برای داداش شانس میاره، امشبم برای تو شانس بیاره. نمیتونم قبولش. هدیه نیست، یه امانته، برای اینکه امشب تو رینگ سر پا بمونی. نمیدونم چرا تصمیم گرفتی برگردی به بوکس، اما دیگه بهت اعتماد دارم قهرمان. مطمئنم دلیل موجهی داری. مراقب خودت باش. اصلی بیا این کراواتو ببن، همش کجه. باشه بابا. چرا جلوی فراتو نمیگیری؟ چرا جلوشو بگیرم؟ مگه نمیدونه چقدر سر کشه؟ یادم رفته چجوریه. نتونست یه دونه کراوات میخوای ببندی؟ یادم رفته. ولش کن بابا، خودم میبندم. ول کن، برو پیش بچه. باشه خودم میبندم. بذار کمکت کنم عزیزم.
جون لیوانا رو میاری؟ آوردم دخترم. میذارمش اینجا. شما برو آماده شو. باشه عزیز دلم. خیلی قشنگ شد. بابا زود باش حاضر شو الان میرسم. اومدم دخترم، دست پاچم نکن بابا. باشه یکم زودتر. خیلی خوب بسه، آروم باش سلوی. الان که از استرس قش کنم. علی آقا سلام علیکم. علیکم سلام. چه خبر، حاضر شد یا نه؟ حاضر زفر شد. قربون دستت. بله تماشاگران عزیز، در خدمت یکی از افراد سرشناس دنیای بوکس هستیم، سلیمان آکتاش. سلیمان آکتاش، درباره این مبارزه نظرتون چیه؟ واقعا برای دنیای بوکس یه رویارویی غافلگیر کننده است. بعد از مبارزه چنگیز و اوراس فکر نمی‌کردم چنگیز دیگه تو کشور خودمون روی رینگ بره. علی آقا فکر می‌کنین صداشو کم بلند می‌کنین؟ لحظه باشه. واقعیتش اگه زمان گذشته بود احتمال داشت، ولی الان به نظرم شانس زیادی نداره. ریختشو نگاه کن. سالی که روی رینگ نرفته. این زمان زمان کمی نیست. اما چنگیز یه بوکسر قوی و فعاله. رقابت سختی نخواهد بود. احتمال میدم با یه ناکود خیلی راحت مسابقه بده. احتمالتو بده، احتمالتو بده، دارم برات. تماشاگرای عزیز، برای همه شما سلامتی و لحظات خوش آرزو میکنیم. بازم با یه مسابقه بوکس هیجان انگیز دیگه در خدمت شماییم. بابا بزرگ، قرض از مزاحمت اومدیم اینجا که دخترتونو پسر واسه پسرمون خواستگاری کنیم. اینجوری میگن نه؟ آره اینجوری میگیم اگه بتونیم بگیم. اگه ظفرخان تشریف بیارن میریم اینو میگیم و خواستگاری میکنیم. من میگم آ باشه. باشه تو هم میگی، ولی اول من میگم بعدش تو میگی، قبوله؟ نسلی این کله پو کجا مونده؟ عجب جایی هم از پسر. اینجا کجا؟ رخکنه ما کجا؟ بابا ایول نگاه کن. ظفر اینجا چی کار میکنی؟ این چه جور سوالیه بابا؟ اما مربی تو هم کارم همینه دیگه. آقا تو باید بری خواستگاری. میریم اما امشب نه، بعدم با هم دیگه میریم. ببینم بانداشت کو؟ بانداش رو ول کن، برو خواستگاری ظفر. مگه زده به سرت؟ خواهش میکنم برو، سلوی منتظره. نظر تفلکی حالش گرفته شه. تو نگران سلوی نباش، اون قوی تر از این حرف هست. تو فکرت بده به مسابقه، زود باش سریع باشه پسر.
سیر اونیه که اون آدم حساب کرده، یعنی خودم. بیشور قراره براش بریم خواستگاری، تشریف نیاورده. نسلی ببین، از طفلی سلوی هم خجالت میکشم، اما برو بهش زنگ بزن بگو امشب خواستگاری ماستگاری نمیریم، خواستگاری کنسله. برو زنگ بزن بگو. بابا داداش کجایی؟ بابا بزرگ چرا هر بار عصبانی میشه میره بالا؟ این یه مسابقه معمولی نیست زفر. یه مسابقه معمولی نیست یعنی چی؟ آقا فرات، به دستور درویش خان از این به بعد مربی جدیدتون استاد گوکانه. از این به بعد تو همه ی مسابقه هاتون استاد گوکان همراهتونه. این دلیلی ها چیه میگی؟ مربی اون اینجاست، همراهش منم. شما کی هستین؟ عرض میکنم. چی داره میگه؟ میشه ما رو تنها بذاری؟ زیاد طولش ندیم، زمان نداریم. هدوها رو نگاه. چه تو چه هر مربی دیگه فرق نمیکنه. میرم تو رینگ تموم میشه میره. تو هم برو خواستگاری، خواهش میکنم زفر. فرق نداره، تو این مسابقه نداره. من به همه چی پشت کردم اومدم اینجا، فرق نداره. گفتم داشتم بعد 7 سال داره میره رو رینگ، 7 سال از وجدان داره، امشب سبک میشه برم تنها نباشه. زنی که عاشقشم منتظر بمونه، ولی داشتم منتظر نمونه. تو از همه اولش میدونستی نه؟ واسه همین میگفتی زفر برو. زفر یه بارم شده حرف گوش کن برادر من. نمیبینی چطور دست و پامو بستن؟ نتیجه مسابقه از قبل تعیین شده، تو راند سوم لاک اوت میشم، بفهم. از فکر این به حد کافی عصبی هستم، نمیتونم هضمش کنم. تو دیگه بدترش نکن، یه بار حرف گوش کن برو. تو هم قبول کردی؟ آره. خواهش میکنم برو بیرون. میرم حالا که فرق نداره. بذار یه چیزی بهت بگم، مسابقه رو نه، تو رفیقتو باختی. میرم. Örttüm gecenin üstünü sen uyurdun. Kokladım sabahı en saf yerinden. Bir sen miydin yoksa bana her şeyi veren, hala yok beni anlayan. Bu yüzden aramadım kimseyi, yerine koyamadım bu gece hiç kimseyi. نمیدونم چی بهت بگم زفر، حالا که همه چی و همه کس از من مهمتره، دیگه به من زنگ نزن هرگز.
از یک سو چنگیز بوکسور حرفه ای آلمانی که با شکست قهرمان کشور کرم این مال توه. ببینم که 7 سال روی رینگ دیده نشده اما با 4 کمربند قهرمانی مدت ها صلاحیت و مهارت شبیه فلشیه که توش مسابقه رو ریخته بودن. شاید مال عمتی. یکم دیگه میزنم نگاه میکنم. باشه. این دفعه این مبارزه ی افسانه این چند با زمین میخورن و بلند میشن و در نهایت چه نتیجه ی غافل گیر کننده ی از خودشون به جا میذارن. همراه ما باشید. واسه مسابقه قفقاز جاتون رزرو شده آقا تانسر. اگه امر دیگه ای باشه به بچه ها بگم. منو برسون خونه. خودت تنها برو. بله چشم آقا. بله تماشاچیای عزیز، در خدمت یکی از افراد سرشناس دنیای بوکس هستیم، از اسامی مهم دنیای ورزش سلیمان آکتاش. خوش اومدی. ممنونم، شب همگی بخیر. خیلی ممنون. دیگه تا مسابقه کمتر از یک ساعت زمان باقی مونده. نظرت واقعا یک مسابقه غافلگیر کننده است، به خصوص اینکه فرات بلوک باشی بعد از 7 سال به روی رینگ برگشته. مسابقه رو جذاب‌تر کرده. فرات تا 7 سال قبل که بوکس رو کنار گذاشت، یه قهرمان با 4 کمربند قهرمانی بود. البته که توی ورزش سن خیلی مهمه و روی کیفیت بازی تاثیر گذاره، اما خب اینم نباید فراموش کرد که بابام باز هم بوکس رو شروع کرده. نه قبل بازیه که زمانی مثل ستاره روی رینگ ها میدرخشید و تجربه زیادی داره. درست سنش کمی بالا رفته اما رقیب قدریه و تو ورزشی مثل بوکس شاید تجربه از سبکی و سن کم خیلی اثر بخشتر باشه. همونطور که در تاریخ نمونه های زیادی داریم. هر دو بوکسور هم میدونن که روی رینگ چه احتمالاتی در انتظارشونه. در جلسه مطبوعاتی این مبارزه هم اتمسفر و فضای سنگینی حاکم بود. در نتیجه فکر میکنم این که رقبا نسبت به هم جبهه منفی گرفتن باعث میشه مسابقه مهیج‌تر و غافلگیر کننده تر از اونی که فکرشو میکنیم پیش بره. خب بهتره که بیشتر از این صحبت نکنیم. نجدت اصلا دلش نمیخواست بره رو رینگ. حاضر نبود، خسته بود. در ضمن سلامتی قهرمانم یه مشکلاتی پیدا کرده. ضربان قلبش نامنظم بود. تانسل برگه پزشکیشو قایم کرد. اجدت میخواست مسابقه رو کنسل کنه اما تانسل اجازه نداد. با قرارداد تهدیدش کرد، اونو به زور فرستاد تو رینگ. در اصل اجدت رو اون رینگ با مشت قفقاز دمون. تانسل باعثش شد.
میدونیم باید چی کار کنین آقا فرات. رانده سوم. شما برای چی اومدین؟ تا شروع مسابقه افسانه‌ای فقط چند ثانیه باقی مونده. از ساعت‌ها به دقایق از دقایق به ثانیه‌ها رسیدیم. ماجستر چنگی زولوجیا روی رینگ رفته و منتظر اومدن رقیبشه. قفقاز چند ثانیه بعد روی رینگ میاد و بعد مبارزه بزرگ قفقاز و چنگی زولوجیا شروع میشه. تماشاچیای عزیز، خیلی گریه کرد، مجبور شدم بیارمش. ببین عزیزم، با خاله برو خونه، منم مسابقه تموم میشه میام پیشتون، باشه؟ نه خیر، مسابقه نده. عشق بابا، مجبورم. اگه بازم عموی که اونجاست بمیره چی؟ اگه بازم بهت بگن قاتل چی؟ اگه تو بمیری چی؟ بلایی سر کسی نمیاد، نگران نباش. مگه به مامانم قول ندادی؟ این که دیگه نری مسابقه. بابا تو رو خدا، میترسم. لازم نیست، لازم نیست بترسی. حرف منو گوش نمی کنی، حداقل حرف پسرتو گوش کن. مشکلی نیست، حلش میکنم. پسرم لازم نیست بترسی، خب؟ هیچ کس طوریش نمیشه. بلایی سر کسی نمیاد، نگران نباش. بهت قول میدم مسابقه میدم میام. اصلا میخوای همینجا بشین؟ زود میرم و برمیگردم، باشه؟ نه خی، عشقم، خواهش میکنم نگو. نه نه خی. آقا سلیمان، چنگیز مدتی اومده روی رینگ ولی قفقاز هنوز نیومده، در این باره چی فکر میکنی؟ مشخصه که مشکلی پیش اومده. قفقاز تا حالا باید میومد روی رینگ. دومان بفرمایین. آقا ببینم اونجا چه خبره؟ این قفقاز چرا هنوز نرفته رو رینگ؟ نمیدونم آقا تانسل، قفقاز هنوز تو رختکنه، منم داشتم میپرسیدم. درویش چی؟ اونجاست؟ حالا که اینجا بود اما رفته اتاق رختکن، فکر کنم رفته ببینه چه خبره. فهمیدم، تو همونجا باش، من الان میام. تا وقتی هم برسم پرسجو کن ببین اونجا چه خبره. با جزئیات کامل همه چی ازت میخوام. رو چشم آقا. هارون،
خدا رحم کنه، خیلی عصبانی بود. من خیلی میترسم. خدا خودش کمکمون کنه. عزیزم من دیگه باید برم، همه منتظر من. باشه؟ نه پسرم، یه چیزایی هست که تو نمیدونی. مجبورم این مسابقه رو برم، چاره ای ندارم. آخه چرا فرات؟ کی مجبورت میکنه؟ نسلی، گونشو از اینجا ببر لطفا. کارمو از این که هست سخت تر نکن. برو عشق بابا، برو. نمیرم، دستکشو تو درو، باید بریم خونه. پسرم اسمت چیه؟ گونش. خیلی بابا تو دوست داری. مثلا چقدر؟ از همه آدم ها بیشتر، حتی از خودم. خودم حلش میکنم، مسابقه رو میرم. گونش جون بیا بریم بیرون با هم حرف بزنیم. باشه عزیزم؟ نه خی. تا بابام نیاد من همینجا میمونم. خیلی خوب، من یه سوال ازت دارم. اگه به این سوال جواب درستی بدی یه سورپرایز برات دارم. قبوله؟ بیشتر از همه کی منتظره طلوع خورشیده؟ طلوع خورشید بیشتر خروسا منتظرن تا قوقولی قوقو کنن. این جواب لیاقت سورپرایز داره. مسابقه رو میندازم آقا. حرف گونش رو گوش میکنم. گونش برنده است، اما فقط امشب. یه لحظه صبر کنی، صبر کنی. مطمئنی؟ من کاری که مطمئن نباشم نمی کنم. مسابقه چند روز دیگه برگزار میشه با همین شرایط. اگه نمیخوای پسرت باخت تو ببینه، تا اون روز راهش رو پیدا کن. خب آخه چرا؟ چرا یه همچین کاری میکنی؟ این همه خرج، این همه برنامه ریزی، مطبوعات، تنها دلیلش گونشه؟ کم کم منو میشناسی فرات. من اون آدمی که یمان گفته نیستم. خواهی دید. بابا میریم خونمون. آره آره عشق بابا، میریم خونم. امشب تو برنده شدی قهرمانم جونمی جون. جواب بده تانس، جواب بده. علمی چی میدونستی مگه نه؟ برای همین رابطتون خراب شد، برای همین از تانسل جدا شدی مگه نه؟ چی میگی کرم؟ نمیفهمم چی میدونستم. من ویدئو رو دیدم عمه. همه حرفای آرکفو شنیدم. میدونم بابامو تانسل به کشتن داده. تو هم میدونستی. به هم نگفتی. با این وجود چطوری برگشتی طرفش؟ چطور این کارو کردی؟ چطور تونستی؟ کرم ببینم جون یکم آروم باش. ببین بگو کجایی، منم بیام پیشت حرف بزنیم، همه چیو کامل برات تعریف کنم. دیگه حرفی برای گفتن نموندم. کرم کجایی؟ تو رو خدا بگو. میرم سالن مسابقه قفقاز. اون تانسل بی شرف نواز همه کاراشو پس میدی. کرم، کرم، کرم. دیوونه، همه چیو خراب میکنم. حاضرین داخل سالن اطلاع داده شد. منم به حضور شما تماشاچی یه عزیز پای تلویزیون میرسونم. مشکلی که پیش اومده از این قراره که به دلیل ناراحتی معده چنگیزولوجا مبارزش با فرات بلوکباشی مدتی به تعویق افتاد. چه ناراحتی؟ اینو همش بهونه است. این وضعیت خیلی مشکوکه. از کجایی فرات بردار؟